با عرض سلام مجدد. خب در قسمت دوم با بیماری CSR شروع میکنم. من یک مختصری فقط در رابطه با درمان رفنتی تشمنتو خدمتون عرض بکنم. همجور خدمتون عرض شد درمان رفنتی تشمنت های تراکشنال و ریگماتوجنوس به این شکل هستش که با جراحی که در داخل چشم از خارج چشم انجام میشه، تاثیر گازی که انجام میشه، کمک میکنیم که شبکه بلای زیری نیش بچسبه، برداشتن تراکشن یا خارج کردن مایع سایبروتین و ایجاد ادهیژن بین لایه رتین و لایه های زیری نیش. ولی در بیماری هایی که باعث ایجاد اکسودیتیو یا سروز رتینال تشنج میشن، درمان به شکل دیگه هست و درمان بیماری زمینه ای انجام بشه و با درمان کردن بیماری زمینه ای کمک بکنیم که بیماری فرد برطرف بشه و اون آسیبی که به شبکه در حال وارد شدن هست برطرف بشه. یکی از این موارد CSR یا CSC یا CSCR هست، Central Serous Chorioretinal Body، که ابتدا به ذات CSR شناخته می شد ولی الان با تأکید بیشتر بر نقش کوروئید کوریورتینوپاتی یا کوریدوپاتی اطلاق میشه و CSC یا CSCR گفته میشه. بیماری دیپاتیکی هستش که با ایجاد سروز دتشمنت و دتشمنت مایع شبکیه به صورت سروز یا با جمع شدن مایع در زیر هست ایجاد میشه با تغییراتی در RPE و اون پمپ کردن مایع RPE از زیر رتین ایجاد میشه، همراهی داره و باعث میشه که مالفانکشن کوری کپیلاریز داشته باشیم، کوری هایپرپرماب بشه و مایع از خودش نشت بکنه و ضخامت کوری که افزایش بده کرده باعث ایجاد بیماری بشه. خب مایع زیر شبکه جمع میشه یا میتونه مایع زیر RPE جمع بشه و دتشمنت RPE ایجاد بکنه و معمولاً یه رسوباتی ممکن در نیمه سوپریور اون پد داشته باشیم که معمولا محلی هستش که تغییر عروقی هم ممکنه در اونجا دیده بشه. خب معمولا بیماری دو طرفه هست، میتونه مولتی فوکال باشه، سن جوان رو درگیر میکنه. اینکه دو طرفه هست فرد ممکنه با یه چشم مراجعه کنه ولی در برعکس ما تمام متوجه بشیم که دو طرفه هستش، ولی چون در چشم مقابل درگیری به صورت درگیری مرکز نبوده و پریفر بوده فرقی متوجهش نشد. خب میکروبسی و کوچک دیدن اشیا، متامورفوپسیا که حالا من براتون توضیح میدم هستش، معمولا دید خوبی دارن، دید بالای 20 دارن، خیلی وقتا بیمار مراجعه میکنه با دید 20 و خب چون رتین یه مقداری از شبکیه جدا شده بسن رتین یه مقداری از RPE جدا شده و بسن جلو اومده، فرد ممکنه رفرکشن هایپروپی داشته باشه. خیلی وقتا بیمار با دیدی که اندازه‌گیری شده 20 هست مراجعه میکنه پیش. این بیمار میاد میگه که من دیدم خوب ولی احساس میکنم اشیاء رو یک جوری میبینم و این همون متامورفوپسیایی هستش که وجود داره. یعنی فرد با دیدن اشیاء به اشکالی که ناموزون هستش، مثلا کشیده شده، یا مثلا میگه من در رو آشیاش رو مثلا کج میبینم یا قوس رو میبینم به ما مراجعه میکنه. علتش نامشخص هستش، خیلی وقتا با تیپ شخصیتی و استرس همراهی داره، با هایپرکورتیزولیسم و افزایش کورتون دیدن که ارتباط داره، با ارگان ترانسپلنت، هایپرتنشن، لوپوس، اسلیپ آپنیا خیلی مهم هستش که ارتباط داشته باشه، یا با رفلکس معده و خیلی وقتا با مدیکیشن های سایکوفارماکولوژی که ممکنه فرد استفاده بکنه ارتباطش رو دیدن. یکی دیگه از موارد که میتونه مرتبط باشه مثل بقیه مواد بالا که خدمتتون عرض کردم، معمولا تغییرات هورمونی هستش، حاملگی هستش، خانم حامله مراجعه میکنه و مایع زیر شبکیش هست، با توجه به شرایط ما نمیتونیم کاری براش بکنیم، بعد از حاملگی می مراجعه بکنید که بعد از حاملگی مایع کاملا جذب شد. در اینجا میبینید که خب بیماری هستش که یک CSC داره زیر شبکیه و زیر RPE مایع جمع شد. در اینجا زیر شبکیه مایع جمع شد و با درمان کاهش پیدا کرد.
اگر خاطرتون باشه من گفتم که افزایش ضخامت کروئید میتونه عاملی باشه برای این وضعیت که ما مشکلات رو ببینیم و آسیبی که وارد میشه رو توجیه میکنه. در اینجا میبینید که شیز ضخامت کروئید افزایش پیدا کرده. این افزایش ضخامت کروئید با درمان کاهش پیدا کرده. این است 79 معمولا با زیر 300 باشه به محد نرمال رسیده و با درمانی که اینجا افتران هست داریم در سابقی که میبینیم بیماری بهبود پیدا کرده، مایه جذب شده و خب کاهش ضخامت کروئید رو هم داره. در آنژیوگرافی چی می‌بینیم؟ ممکن هستش یک نقطه لیکیج ببینیم و این نقطه لیکیج با تغییری که ایجاد کرده باعث بشه که مایه زیر شبکیه جمع بشه. می‌بینید مثل این یک پترن کلاسیکی CSC هستش، اگرچه درصدش کم هست ولی خیلی کلاسیک هست. می‌بینید از یه نقطه شروع شده میره به سمت بالا به خاطر جریان کانوکسیونی و غلیظ بودن مایعی که در اینفریور جمع شده به تدریج میره بالا و بعد از اونجا شروع میکنه پخش شدن در طول در کل اون مایع ماده فلورسانسی گارش تزیر کرد. نشا کورسش این هستش که میتونه خودش خوب باشه، اسپانتانس ریزورپشن داشته باشه، اگرچه همیشه باید حواسمون باشه که ما اگر بخوایم صبر کنیم تا این خودش خودش ممکنه آسیب رو برای فرد ایجاد کنه. از اون طرف میتونه ریکارنس وجود داشته باشه، تو حدود 30-40% مواد تا 50% مواد میتونیم ریکارنس داشته باشیم. یادمون باشه که بهبود خود به خودی به این سرعت نیست، حتی از 3-4 ماه طول میگیره و گاهن تا 1-2 سال ممکنه این قضیه اتفاق بیفته. بیماری هنوز ظاهر خوشخیمی داره ولی میتونه در اثر کرونی شدن یا در اثر ریکارنت شدن عوارض بدخیمی داشته باشه و با فرد رو بسیار مطالب کنه. یکی از درمان هایی که برای اینا صحبت میشه و الان خیلی استفاده میشه استفاده از همون PDT هست که خدمتون عرض کردم. یه ماده فتوسنتزایزینگ به فرد تزریق میشه، این مایه به داخل تمامی عروق میره و در یه قسمتی که بیشتر نیاز هست لیزر رو فوکوس میکنیم و باعث میشه در اون ناحیه عروق تغییر پیدا کنه و خب در اینجا هم میره توی کره و در کره ما با لیزری که انجام میده باعث میشه کمک کنه که اون کروئید نازک‌تر بشه و تغییر بکنه. در CSR معمولا با افلوئنت هاف دوز یعنی با میزان انرژی کمتر و با دوز کمتر از دارو این کار رو انجام میده. درمان های خیلی زیادی براش پیشنهاد شده چون خب هیچ درمانی به صورت 100% موفق نیست. میفپریستون، فیناسترایت، کتلمازول، اسپرانولاکتون، والپروپیاسی و چیزی که الان بیشتر از همه استفاده کنه اپیرنون هستش که میتونه کمک بکنه که میتونه روی متابولیسم استروئید تاثیر بذاره. خب به عنوان به خاتمه قضیه من عرض میکنم که بیماری که مراجعه کرد کاهش استرسش، از اون طرف درمان با اپرنون اگر برای مثلا یک ماه جواب نداد من خودم شخصا تمایل دارم که بیمار رو بفرستم برای PDT. مسلما افراد جوانی هستن، افراد فعال جامعه هستن و بهبود دیدشون و جلوگیری از کاهش دیدشون کمک موثری به فرد و جامعه خواهد کرد. بیماری بعدی که در رابطه با اون صحبت میکنم خدمتتون رتینوپاتی یا پرمچوریتی هست. ممکنه بیماری رو خیلی کم ببینید یا اصلا توی زمان فعالیت به عنوان پزشک باش مبتلا نشید ولی بیماری هستش که اطلاع ازش و انجام اسکرین به موقع بدون تأخیر کمک بسیار شایانی میتونه به فرد بکنه، به اون نوزاد بکنه و اون رو از کوری نجات بده. خب اول سال 1942 مادن دیدن که پشت لنز یه سری از بیماران یکی از کودکانی که بسید نارست به دنیا میان یک بافت فیبروز تشکیل میشه و این باعث نابینایی این کودکان میشه. بررسی کردن دیدن هرچه که سن تولد اینا کمتر هستش این بیماری شدیدتر هستش و بیماری باعث چی میشه؟ باعث تغییر رشد و
نامناسب شدن دیزورگانایز بودن رشد عروق خونی شبکه میشه که باعث تشکیل فتراکسیون ناشی از فیبروزی که در اونجا تشکیل میشه هست و باعث از بین رفتن به تدریج رتین هستش. بیماری که پرمچور به دنیا میاد عروقش ناکامل هستش و هنوز کامل نشد. ایسکمی که وجود داره باعث میشه یه سری تغییرات پرولیفراتیوی در اونجا ایجاد میشه که مشابه با تغییرات پرولیفراتیوی دیابتوزنپاتی و سیکلسل هستش و هرچه که سن نوزاد کمتر باشه، وزنش کمتر باشه، این ناکامل بودن بیشتر هستش و باعث تغییرات بیشتر میشه. در اینجا میبینید از حدود 4 ماهگی این عروق، حدود 20 هفته 16 تا 20 هفته عروق از عصب جدا میشن، شروع میکنن به رشد پیدا کردن. حدود 10 ماهگی با حاشیه تمپورال میشن، حدود 8 ماهگی با حاشیه نازال میشن. پس نوزادی که در 6 ماهگی به دنیا آمده باشه عروقش کامل نیست و میزان زیادی از رتین بدون رگ باقی. خب چه کار در این موارد باید بکنیم؟ باید مراقبت بکنیم، به موقع اسکرین بکنیم که این عروق مسیر خودشون رو طی بکنن. چه اتفاقایی باعث میشه که این عروق مسیر خودشون رو طی نکنن؟ اکسیژن زیاد میتونه باعث وازابلیتریشن بشه و انسداد عروق باعث در اون ناحیه این مچورتین باعث میشه ایسکمی بشه و عروق تغییر کنه و شانت ایجاد بشه. و خب نگهداری اکسیژن در این حد خاص میتونه این کمک بکنه که این اتفاق کمتر بشه. هرچه بچه با سن بالاتری به دنیا بیاد منطقه با رشد ناکافی عروق کمتر هست، هرچه وزنش بالاتر باشه به همین شکل و سایر ریس فاکتورهایی که پیشنهاد شده مثل اینتراونتریکولار هموریج، رسپیراتوری دیسترس، سپسیس، اجهاد سفید و زایمان های چنگاره، ریس فاکتورهایی هستن که باعث میشن این میزان ROP افزایش پیدا بکنه. اون منطقه هایپوکسی که میبینیم باعث میشه که VEGF ترشح بشه و از رشد طولی اون عروق جلوگیری میشه و باعث میشه که عروق جدید و نوواسکولار تشکیل بشه. شما در اینجا میبینید این عروق به صورت طبیعی داشتن رشدشون میکردن، حالا با پرمچور برس که اتفاق میفته و مواجهه با اکسیژن بالا در یک محیط جدید با یک شرایط خاص باعث میشه اون فاکتورهایی که به صورت معمولی در بافت بودن یک دفعه همه کاهش بدن. ایتروپروتئین، VEGF، انسولین گروث فاکتور و امگا 3 ستاره جعبه امگا 3. خب به تدریج که متابولیسم افزایش پیدا میکنه و اون هایپوکسی وجود داره، بعضی از این فاکتورها مثل VEGF و ایتروپروتئین افزایش پیدا میکنن و باعث میشن که نئوواسکولاریزیشن اتفاق بیفته. اگر درمان زود انجام بشه باعث میشه که این موارد به منطقه نرمال برگردن و عروق به تدریج خودشون مسیر خودشون پیدا کنن و باعثش عوارض بیماری کمتر میشه. خب میبینید در یه رتین نرمال عروق ناکامل هستن ولی میتونن رشد کنن، ولی وقتی ابنرمال وسل ها ایجاد کنن دیگه رشد عروق به سمت پریفر کمتر میشه. خب همیشه یادمون باشه این نقشی که ما داریم هستش که نوزاد رو به موقع بفرستیم برای معاینه اسکرین. 80% نوزادان خود به خود خوب میشن و ما اسکرین میکنیم و فالوش رو میکنیم تا اون عروق کامل بشن، ولی 20% ممکنه به درجات درگیر باشن و اگر درمانی براشون انجام نشه مسلما میتونه عوارضی داشته باشه که ما هیچ وقت خودمون رو نخواهیم داشت. پروتکل کشوری به ما میگه که سن کمتر از 34 هفته و برس وید کمتر از 2000 گرم بایستی براش اسکرینینگ انجام بشه که اون معاینه اولیه اسکرینینگ رو براشون انجام بده. سن 31 هفته یا 4 هفته بعد از تولد، هر کدوم که دیرتر بود. به عنوان مثال کسی که در 25 هفتگی به دنیا اومده در 29 هفته معاینه نمیشه، اگه در 31 هفته دوامی نمیشه. فردی که در 26 27 هفته هم به دنیا آمده باز هم در 31 هفته دوامی نمیشه.
ولی کسی که در 28 هفته دنیا اومده، گفتم 31 یا 4 هفته بعد، 28 به اضافه 4 میشه 32، اونم 31. پس 32 تون بیشتر است ما در 32 هفته معاینش میکنم. پس یا 31 هفته یا 4 هفته بعد از تولد کرونولوژی و زمان معاینه است. در کتابتون نوشته 4 تا 6 هفته بعد از عمل از هفته 31 یا هفته 33. خب این دقیقه هست که این پروتکل امریکن پرویمی هستش شد که بدون چه کار باید انجام. بر اساس یک سری معیارها ما تقسیم بندیمون برای نامگذاری و مشخص کردن درگیری آروپی انجام. خب در اینجا میبینید که این عصب اپتیک هست، این ماکولا هستش، در دایره به اندازه دو برابر شعاع دو برابر دیسک تا ماکولا، دیسک تا ماکولا دو برابر دایره اول یا زون یک رو میزنیم. در زون یک چون اطراف عصب هستش به روح بسیار پرمشون هست. زون دو دوناتی هستش که عرض کردم خدمتتون که در حاشیه نازل عروق زودتر میرسن. دوناتی هستش غیر از اون زون یک که از مرکز تا حاشیه نازل کشیده شده و یک دایره با این شعاع اطراف بس میشه. غیر از منطقه سنترال منطقه پریفرش این تغییر میده. و زون سه هلالی هستش که در آن انتریور به این قسمت. این زون بندی رو برای چی انجام میدیم؟ برای اینکه جایی که عروق متوقف شده و بعد از اون عروق وجود نداره و منطقه ایسکمیک هست رو منطقهش رو متوجه بشیم. هرچی نزدیکتر به عصب باشه مثلا آسیب بیشتر هست. استیج بندی به چه شکلی هستش؟ استیج یک فقط یک دمارکیشن لاین داریم، یعنی یه خط تمایز بین ناحیه ایسکمیک و واسکولا و ناحیه واسکولا. استیج دو این دمارکیشن لاین پهن‌تر شده و ضخیم‌تر شده که ایجاد یک ریج رو میده، یه ستیق ایجاد شده. پس هنوز تغییرات در داخل رتینه است. در استیج سه اکسترارتینال فیبروواسکولار پروفریشن یعنی که خب حالا نئوواسکولاریزیشن ایجاد شده و این نئوواسکولاریزیشن از محدوده رتین خارج شده و وارد فضای ویتره شده و این شروع تغییرات کندگی و دیتچمنت هست. در استیج 4 رتینال دیتچمنت ساب توتال داریم، یعنی تمام رتین کنده نشده، یک قسمت رتین کنده شده که میتونه با کندگی ماکولا یا بدون کندگی ماکولا باشه. و استیج 5 که کل رتین کنده شده و اون نمای رترولنتال فیبروبلیجیایی که قبلا توصیف میشون و الان ناشی هست. اینجا یه بار دیگه دمارکیشن لاین ریج، از ریج بیرون اومده باشه نوبسل ها و ایجاد اون شانت و عروق رو کرده باشه و وارد فضای ویتره شده باشه، یا استیج 4 که باعث کندگی میشه. یه تعریف دیگه ای که داریم تعریف پلاس هست. در اینجا هم نورمال رتین اونی که به تدریج عروق دارن رشد میکنن، خب توی استیج ای قرار شد دمارکیشن لاین فقط یه خط باشه، این به تدریج در حال بیشتر شدنه اون شاخه های عروقی هستن و اون دم جاروی برش اینجا من در استیج دو ریج شده و استیج سه دیگه این نئوواسکولاریزیشن خارج از اینجا میبینی اون شاخه اون تغییرات هربوراجین و سلی که در پریفر وجود دارن در استیج سه بیشتر هست. استیج سه به تدریج عروق از رتین خارج میشه نئوواسکولار و بافت فیبروواسکولار که وجود داره. یک چیزی که همراه میتونه باشه با استیج دو و سه بیماری پلاس هست. بیماری پلاس میگه که یک تغییری که ما در عروق داریم با تورتوس شدن در وریدها و تورتوس شدن در شریان‌ها و دایلیت شدن وریدها خودشو نشون دهنده یه شانتی هستی در پریفر در منطقه حد فاصله بین ایسکیمی و غیریسکیمی وجود داره و اینجا شما اون عروق پرپیچ و خم و تورتوس و دایلیت شده رو میتونید ببینید. این یک استیج 0 تا 1 هستش که میبینید دمارکیشن لاین کم کم داره تشکیل میشه. دمارکیشن لاین اگر ریج داشته باشه مثل عکسای قبلی دمارکیشن لاین ریج شده باشه میشه استیج 2. استیج 2
و اگر نئوواسکولاریزیشنی باشه که از رتین برجسته شده اومده بیرون، میبینید که اینجا دمارکشن لاین اومده بیرون، از دمارکش از ریزمون نئوواسکولاریزیشن رشد پیدا کرد، اینجا نئوواسکولاریزیشن رشد پیدا کرد و بیرون افزایش پیدا کرده و یک نئوواسکولار تافتی هستش که از رتین بیشتر شده، باعث میشه استیج 3 بشه. استیج 4 و 5 کم کم دیگه دتچمنت، حالا یا با درگیری ماکولا یا بدون درگیری ماکولا اتفاق افتاده و شبکه از زیر خودش جدا شده، اینجا مناطق استیج های بالاتر استیج 5 رو میبینیم. خب چه کار باید بکنیم؟ ما باید همیشه خیلی زود بیماران رو تشخیص بدیم. تشخیص زود در موقع میتونه به همون کمک بکنه تا از عوارض جلوگیری بکنیم. همیشه باید معاینه شبکه کامل انجام بشه، با قطره دایلیت شده بررسی پریفر رتین انجام بشه. میبینید که با وسیله بلفاروستات پلک بیمار باز شده، این دایکوتراموسکوپی در وسط تحقیق انجام شد، یا با یه وسیله که با فیلد بالا پریفر رتین رو بررسی میکنه، پریفر رتین توسط این عکس گرفته میشه. یادمون باشه که بیماری رتینوپاتی پرمچوریتی اگرچه جدی هست ولی قابل پیشگیری هستش و میتونه جلوی نابینا شدن فرد. درمان ها هم همونجوری که قبلا گفتم در موارد ایسکمی که در پریفر وجود داره، حذف کردن اون عامل مدیتور ایسکمی آنتی دی جی اف یا لیزر کردن و ابلیت کردن اون رتینه پریفری هست. خب دو تا از تومورهایی که شایع هستن رو هم بحث میکنیم به عنوان درگیری تومورهای اینتراوکولار. تومور اول رتینوبلاستوم هست به عنوان توموری که شاید این تومور درگیر کننده خردسالان هستش، و تومور بعدی ملانوم هستش که شاید این تومور درگیر کننده افراد بزرگسال هستش. خب رتینوبلاستوم یک بیماری نادر هستش که میتونه از سلول‌های مچور رتین تشکیل بشه، فرم تومورال تشکیل بشه، مالیگنانت بشه و حتی میتونه کشنده باشه. یک دپلشن، یک کانجنیتال موتیشن می هستش که توی کروموزوم 13 اتفاق میفته، ژن RP1، و میتونه به فرم‌های هریتبل نان هریتبل بس تقسیم بشه که قابل انتقال به نسل بعد هستش. این حدود 55 درصدشون خوشبختانه منتقل هست. خب اسپروتیک زمانی هست که والدین هیستوری نداشته باشن و فامیلی زمانی هستش که از والدین مبتلا و سابقه فامیلی مثبت کودکی مبتلا به رتینوبلاستوم شده باشن. تو دو سوم موارد خدا رو شکر یک چشم هستش، یا در بقیه موارد دو چشم میتونه درگیر باشه. خب علائمش به چه شکلی هستش؟ میتونه اول خودش رو سده یک رفلکس سفید در مردم اک نشون بده، لاکا کاریا داشته باشن و به دلیل این توماری که در پشت وجود داره، و بعد میتونه به دلیل اینکه چشم دید نداره کراس آی اتفاق بیفته، یعنی چشم منحرف بشه و با این انحرافی که پیدا میکنه نشون بده از بیرون که یه اتفاق در آخر چشم. کاری که باید حتما براشون انجام بدیم EUA هست حتما، و حتما باید این موارد در زیر بیهوشی اگزامینش اندر آنستزیا براشون انجام بشه. خب لوکوکاریا میبینید چشم سفید شده در یه بچه که رتینوبلاستوم داره، یا در اینجا میبینید که انحراف واضح هم برای بچه ایجاد شده، سفید شدن و اون رفلکس سفیدی که وجود داره رو میبینید در یه چشم در اینجا که خب به خارج گلوب برش بده کرده به داخل اوربیت رفته و رفلکسی مصادرات هست که هیچ خورتاز و تغییر محل گلوب اتفاق افتاد، دیستوپیه گلوب اتفاق افتاد. اینجا از بی اسکن میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه بررسی بکنیم ماهیت تومور رو، میتونیم ببینیم ظاهر خود تومور رو ببینیم و اینجا اون شکل بی اسکنش رو ببینیم، یه مسی که روی رتین قرار داره. خب این مس ها میتونن مس تومورالی که خود رتین هست میتونن کاهش پیدا بکنن، رگرس پیدا بکنن. میبینید که یک مسی به این عظمت که پر عروق بوده
رگس پیدا کرده، پرفکت شکل فرم کلسیومش رفته، مسلما ماکولاش درگیر هست و دید خوبی نداره، ولی دید حداقل براش نگه داشتن با کموتراپی هایی که براش انجام. یا در تصویر سمت چپ هم شما رگرسیون یه تومور رو میبینید، مثلا که بذار دیگه پر عروق بودن این تومور بهش خون میرسونه و بعد کم کم به تدریج از بین میره. خب من تا باید دیفرشن دایرکشن سمتون نگفتم به خاطر اینکه باید به تشخیص قطعی برسیم. دیفرشن دایرکشن در موارد خیلی مهمه که خیلی مورد جدی باشه. خب در اینجا که مورد جدی باش برخورد میکنیم، پی اچ پی بی یکی از موارد مهمی هستش که میتونه درگیر را انجام بکنه و تظاهر مشابه با دیسینگلاسون داشته باشه. یک رگ اولیه پرایمری ویتروس یا ویتروس اولیه همراه با عروق هست، همون رگ کلوئت که در بقیه حیوان ها و پستانداران میتونه وجود داشته باشن یا حتی در پرندگان، که خب اون فیبروزه بشه و اون رفلکس سفیدی که ایجاد میکنه فرد رو به اشتباه بندازه که این اعتبار شد. فرم دیگه که صحبت مختصر ازش شد بیماری است اسم کوتس که عروق تلانجکتاتیک در پریفر رتین داره، میبینید که داره اون مایع ترشح میکنه، ایزاد ترشح میکنه و رتین اومده جلو. این به دلیل این برجسته شدن شبکه به دلیل تومور نیست، بلکه به دلیل اگزودایی هست که از این عروق ترشح شد. آروپی بخواد توکسوکاراکانیز که یک گرانولومی میده که میتونه وایتنینگ رو توجیه. درمان هایی که داریم بیشتر بر حول محور شیمی درمانی هستش، معمولا همه بیماران شیمی درمانی میشن، درمان ویک براشون انجام میشه. اگر در کودکی رتینوبلاستوم دو طرفه باشه حتما درمان سیستمیکش انجام میشه، اگر یک طرفه باشه میتونه از درمان کیموتراپی اینترا آرتریال لوکالایز برن به صورت سلکتیو اون منطقه رو پیدا بکنن استفاده بکنن و در اون منطقه با پیدا کردنش با آنژیوگرافی دارو رو برای بچه تزریق. پس این روش های کیموتراپی وجود داره. بعد از اینکه درمان اصلی کیموتراپی انجام شده، حالا درمان اجوانی که براشون پیشنهاد میکنم، کرایوتراپی انجام میشه، لیزر براش انجام میشه، یعنی که پلاک برشون کار رو روشه بشه که این اقداری کم در بکنه. این شده تومور. خب تومور دوم کرویدال ملانوم است. ببینید ملانوما در تمامی بافت هایی که ملانوسیت وجود دارن میتونه اتفاق بیفته. در چشم عرض کردم خدمتی یه لایه داریم به اسم یووا که حاوی گرانولوم که حاوی ملانوسیت و عروق هستش. در این بافت میتونه ایجاد ملانوما بکنه. خب درمان ملانوما، نامگذاری ملانوما هایی که در این مناطق هستن متفاوت هست و اساس منطقه جغرافی وجود داره. ملانوما آیریس در جلو که قسمت تغییر یافته یوبه در آنتریور هست، ملانوما سیدریوادی در وسط و ملانوما کوروئید در پوستر و ملانوم کوروئید چه در بین ملانوم ها و چه در بین سایر بیماری هایی که بدخیم هستن و تومور هایی که بدخیم هستن شایع ترین تومور اولیه چشمی داخل چشمی در رسالا هست. شایع ترین ملانوم هم باز هم با درصد 80% یوبال ملانومایی هستش که در کروئید درگیر میشه. معمولا در سن بالاتر ایجاد میشه، در 5 و 6 به بعد، و پروگنوز خوبی داره و رشد بعدی داره. معمولا توده سیاه قهوه برجسته است، میتونه به ندرت آمولانتیک بشه، میتونه کروئیدا فولد ایجاد بکنه یا میتونه در اطراف خودش دتچمنت ایجاد بکنه. اینجا شما یک نمای ماشرومی که از کوروئید رشد پیدا کرده رو می‌بینید. رتین اطرافش رو دتچ کرده، مایع زیرش هم شده و این
برجستش نام اینجا در اینجا تشکیل افتراقی اون توده های تیر رنگ رو میدونه میتونه نووسی باشه که این نما رو داره نلانوم نشده باشه نووس معمولا یه خال ساده هست با زخامت کمتری هست و با سر کمتری تومورهای متاستاتیک میتونن به کروید با توجه به برور بودنش متاستاز بدن هماجوما ها هستن که یک توده هایپوپلاستیک و یک تومور خوشبینی از تکثیر سلول اندوتلیوم داشته باشه و هماجوم ایجاد بکنه میتونه به تشمت کروید داشته باشه میتونه گرانولوم های کروید رو در بعضی بیماری هلتاوی داشته باشیم و یک سی ام وی یا پی سی وی که رشد کرده بزرگ شده و خونریزی فراوان داره میتونه مشابه ملانوم کروید باشه نشون درمانهایی که برای کروید ما پیشنهاد میشه اینجا بیشتر بر اساس رادیوتراپی است و کیموتراپی خیلی در درمان بیماران ملانومی تأثیری نداره سعی میکنیم معمولا با درمان براکیتراپی که یک پلاکی رو به اندازه تومور آماده داشته باشن با گذاشتن روتینیوم یا سایر تغییراتی که با کمک اون امواج رادیواکتیو داریم کمک بکنیم که رادیشن به بافت برسه و باعث بشه که بافت تخریب بشه خب میتونیم از چارج پارتیکل از بیرون کار رو انجام بدیم بدیم مثل براکتراکی نباشه که به اون پلاک رو بیایم پلاک آماده روی چشم بدوزیم از بیرون ایریدیشن رو بخواییم براش رو انجام بشیم بدیم خب لیزر ترانسپوکولاری میتونیم براش انجام بشیم انوکلیشن داشته باشیم یعنی که ما بیان کل گلوب عضلات رو باز بکنیم عضلات از جای خودشون جدا بشن بخوایم کل گلوب رو برداریم انوکلیشن یا اگزنتریشن بکنیم که در مواردی که درگیری اوربیت داشته یعنی که از داخل چشم فراتر رفته باشه ما بخوایم بیان که کل اوربیت رو هرچه بافت نرم و عروق و چربی و سایر موارد هستن رو بیایم از داخل اون حفره استخوانی اوربیت تخلیه بکنیم و خارج بکنیم این درمان هایی هستش که برای ملانوم باید انجام بشه خب من یه مورد رو یادم رفت خدمتتون عرض کنم اینکه در تمامی این دوتا توموری که بهتون گفتم حتما ارزیابی متاستاز باید انجام بشه متاستاز های ملانوم هر 6 ماه یا 1 سال یک بار باید حتما انجام بشه و متاستاز یا درگیری های رتینوبلاستوم توسط MRI انجام میشه نه سی تی اسکن چون سی تی اسکن میتونه خودش آسیب زا باشه احتمالا دیگه الان کتابتون عوض شده باشه و این رو نوشته باشه که اشعه ایکس معمولا باید کمتر در این رو استفاده بشه امارای که بافت نرم رو نشون میده میتونه استفاده کنید امارای برین حتما در انجام بدید تا تریلترال رتینوبلاستوم هایی که قده پینئال رو میتونن درگیر کنن اونا رو هم حتما بتونیم پیدا بکنیم و در اینجا هم خب بررسی شکم و سونوگرافی و سی تی تریفازیک ممکنه در مران ما انجام بدید خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتید امیدوارم که مطالب گفته شده مصمم سنار باشه و به آموزش شما کمک بکنه باز هم عرض میکنم کلیه مواردی که در بیماره های رتین یا در قسمت تومور های کتاب بود گفته شد مواردی که یا اهمیت تشخیصی داشته باشن برای شما و در صورت تشخیص ندادن آسیب زیادی وارد بشه مثل آروپین حتی اگر اینقدر کم دیده بشه در طول حیات حرفه‌ایتون یا موارد نیاز به توضیح بیشتر داشتن یا خیلی شایع بودن براتون توضیح داده شد امیدوارم که استفاده برده باشید خیلی ممنون.